قرار دادن یک تصویر برای پس زمینه و تنظیمات اون. برای انجام این کار در یک ناحیه خالی از اسلاید کلیک راست میکنیم، یک شورتکات منیو ظاهر میشه، بر روی فرمت بک‌گراند کلیک چپ میکنیم، در سمت راست پنل فرمت بک‌گراند ظاهر میشه، بر روی دکمه رادیویی پیکچر اور تکسچر فیل کلیک میکنیم، در ناحیه اینزرت پیکچر فرام بر روی دکمه فایل کلیک میکنیم. من اینجا این تصویر رو انتخاب میکنم، دزرت بر روی دکمه اینزرت. اینجا اگر ملاحظه کنین همچین تصویر رو برای ما به عنوان پس زمینه قرار داد. در سمت راست در فرمت بک‌گراند اینجا اگر بر روی آیکون پیکچر کلیک کنیم، دو حالت پیکچر کورکشن و پیکچر کالر رو داره. برای پیکچر کورکشن کلیک میکنیم تا بتونیم تاثیر رنگ رو انجام بدیم. اینجا با استفاده از شارپن سافن میتونیم یک تندی یا تیزی رو به شکل بدیم. پریست حالت‌های مختلفی رو داره. این حالت ملاحظه کنید شکل چه حالت تبدیل شد، کلیک میکنیم، در اول لیست باز شد پریست، این حالت داره تغییر میده. از پریست ها یا الگوهای آماده داریم استفاده میکنیم، کلیک میکنیم. اینجا ملاحظه کنید این هم به این حالت که اون رو تارش کرد. با استفاده از شارپن میتونیم این عدد رو تغییر بدیم. من میام از این لیست باز شد این حالت رو انتخاب میکنم و 50% رو اینجا براش میام مثلا یه عدد مثل 30 براش قرار میدیم. تغییرات رو ملاحظه کنیم. با استفاده از برایتنس روشنی یا کنتراست میتونیم تغییرات رو اعمال کنیم. جلوی لیست باز شد پریست کلیک میکنیم، این حالت ببینید به چه حالت شکل تبدیل شد. این حالت داره تغییر میکنه، از حالت‌های مختلف با برایتنس و کنتراست های مختلف دارم استفاده میکنم. این رو به این حالت دقت کنید، این حالت برایتنس 40% و کنتراست 40% رو براش انتخاب میکنم. شکل به این حالت تبدیل شد. اینجا با کلیک بر روی دکمه ریسیت به حالت اولیه برمیگرده. اگر بر روی پیکچر کالر کلیک کنیم و اینجا با کالر سچوریشن میتونید درجه اشباع رو براش تعریف کنیم. ببینید این شکل به این حالت اومد سیاه‌سفید شد. به این حالت میتونیم از اون سچوریشن اشباع استفاده کنیم و اینم میزان سچوریشن که با دست میتونیم تغییر بدیم و با کالر تون هم اینجا از این حالتهایی که برای تون رنگ وجود داره میتونیم استفاده کنیم. ملاحظه کنید از این حالت ها میتونیم استفاده کنیم. برای دکمه ریسیت اینجا کلیک میکنیم تا به حالت اولیه برگرده. برای پیکچر کالر کلیک میکنیم تا اون لیست بازشوی اون بسته بشه و اینجا با استفاده از افکت اینجا میتونیم یه سری افکت های هنرمندانه رو به اون بدیم. اینجا بر روی این فلش رو به پایین کلیک میکنیم تا این افکت ها رو اینجا ببینید. من این حالت افکت رو اینجا انتخاب میکنم. ببینید یه گزینه هایی رو داره به نام پنسیل سایز که میتونیم سایز اون رو تغییر بدیم و ترانسپرنسی هم برای شفافیت. این حالت رو انتخاب میکنم، اینجا ترانسپرنسی اون صفره، میام اون رو تغییر میدم، یه مقداری میارم روی عدد 30% میذارم و سایز رو هم اینجا 97 یه مقداری میام اون رو تغییر میدم. کلیک میکنیم بر روی این حالت، میتونیم این حالتی هم که گلاس یا شیشه ای استفاده کنیم. ببینید این آرتستیک افکت افکت های هنرمندانه رو میاد اعمال میکنه. گلو ادج به این حالت، این حالت فوتوکوپی میتونید در حالت های مختلف استفاده کنید. لاین اسکرین به این حالت بر روی الگوهای مختلف قرار میدم. پینت استروک به این حالت، این حالت پلاستیک وارپ که به این حالت میاد این رو تبدیل میکنه و باز اینجا با استفاده از ترانسپرنسی میتونید اون رو شفاف یا ترانسپرنسی اون رو کاهش بدید. برای اینکه به حالت اولیه برگرده برای ریسیت اینجا کلیک میکنیم تا تصویر رو در حالت اولیه داشته باشیم. با کلیک بر روی دکمه کلوز در پنل فرمت بک‌گراند اینجا از پنل فرمت بک‌گراند خارج میشیم.